یه مهمونی دارم که حتما با دیدنش متعجب میشید. یک عزیز که دعوت کنم بذاری توضیح ندم. شما تشویق بکنید امیررضای عزیزم بیاد داخل. سلام علیکم آقای ابوالقاسمی. بالاخره یکی تو دنیا عاشق ما شد. آقای اتفاق شد اصلا شما اومد. بفرمایید براش دست بزنید. امیر رضا رو ببینید براش دست بزنید. اولین چیزی که پرسیده گفته دستم میزنن. گفتم آره دیدی دست دادم ما شاء الله. امیر رضا. امیر رضا جانم عزیزم قربونت برم. امیر رضا میخوای سلام علیک کنی بابا؟ یه سلام علیک میکنی؟ نمیخواد فقط به من سلام میکنه. آره الان به آقای ابوالقاسم یک سلام بکن. به آقای ابوالقاسم یه سلام کن. به حاج احمد یه سلام کن. من میدونم چجوری باید راش بندازم. خب میخونی برام. ولم ابرزو لجنود و جنوده. قالوا ربنا الله يخون الله 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 آقا سه سالشه ماشاءالله تلاوتش از حامد انشالله بهتر میشه اما غمگینه مثل شماست آقای چی؟ غمگینه الله آره فکر کنم تعبان تعبان ما یضحک ما یبتسم. من دوست دارم که پدر و مادر عزیز امیررضا رو هم دعوت کنیم. موافقی؟ به افتخار پدر مادر امیررضا. ماشاءالله اهلا و سهلا. خوش آمدین. اهلا خوش آمدین. شما وسط بیستین. من یه پدر امیررضا هم از قاویه شما بفرمین و پدر امیررضا بیاد اینجا خدمت قربان. خب یه سلام علیک بکنین هم خانوم هم آقا. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری بزرگوار، اساتید عزیز، بینندگان و حضار محترم. علیکم السلام. علیکم السلام. مرحبا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام، عارض قبول طاعت و عبادات. عرض سلام، خدا قوت دارم خدمت شما. سلامت باشید. احسن ماشاءالله. آقای بزرگی اجازه بدید از مادر بپرسم. اول اینکه ساعدکم الله و کان الله بعونکم، جزاکم الله خیر الجزاء. وهذا سيكون لكم ذخرا ان شاء الله في الاخره ومفخره في هذه الدنيا. فارسيش نمش دقيقه شنو نمتنم بك ترجمه ندري انا اصلا. از مادر بپرسم که اصلا چی شد که شما اصلا به یعنی به طرف قرآن اومدید؟ شاید یه کار دیگه داشتید شما، مشغول چیزی دیگه داشت بودید. ببین فارسیم چجوریه؟ نه مشغول کار دیگه تموم شده دیگه. عرضم خدمتتون که من زود پدرم رو از دست دادم. خدا رحمتش کنه. در واقع 2 سال و 10 ماه هم بود که لا حول ولا قوه. نثار پدرشون یه صلوات بفرستین. ایشون خیلی دوست داشتن که من تو فضای قرآن باشم. فعال با دعای پدرم و همت والای مادرم من این مسیر رو طی کردم. بلافاصله بعد فوت پدرم تو محلمون
حالا امیرزا الان 3 سالشه ولی من 4 سالگی قرآن از رو میخوندم و اولین جایی که تلاوت کردم مسجد محلمون بوده. ماشاءالله. بله از اونجا باعث شد که من الحمدلله خدا هزار مرتبه شکر من تو این فضا هستم به برکت قرآن و دعای پدرم و همت والد مادر. احسنت. ماشاءالله. بله ما بعد از اون خیلی کامل تا آخر میخونه یه حلوش مثلا 150 تا 151 آیهش رو خب همون یک بار من دوست دارم دوباره بشنوم چون ببین اصلا صدای بچه 3 ساله 4 ساله یه چیز دیگه است هر چی بگه شما خوندین راه انداخت خب یه بار میخونه و قطعاً هم اگر بخونه میخونه ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله 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 خیلی کوچ میخونه ها خیلی کوچ داره آقا وقت نمیست شما دوباره بیان پیش درآمد و بیان که بخونه الله 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 پایین زرنگی کرد و قدر داود جلود و حتى الوقوف الوقوف يعني في الوقف والابتداء ياخذ العلامه الكامله ما شاء الله خیلی قشنگه ایشون هم البته سوره زها و استاد منشاوی هم بلد هستن یه سری تواشی ها هم بلد هستن نه مشتاق منشاوی هم هست منشاوی بله سوره زها هم مصطفی اسماعیل از آقای ابوالقاسم بگیرید آقا کی منشاوی میخواد منشاوی منشاوی آره منشاوی سوره زها رو هم میگه سوره زها منشاوی سن. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم كم مول همس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الليل إذا سجى ما ودعك خیلی سخته این حفظ این کوک برای بچه واقعا معجزه است دیگه چی میخونه؟ مدد یا رسول الله که خیلی قشنگ میخونه الله یا حبیب الله مدد یا رسول آقا من میگم بشینه رو صندلی مثل قاری ببین استاد شما خسته شدی نه عجب خیلی آقا به حرف من گوش بده من بچه حرف گوش کن تشویق بکنید استاد ابوالقاسم رو یا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا عبد الله يا محمد يا كصلى الله يا محمد يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد يا رسول الله سكوت مطلق خودت الله بخون يا رسول الله مدد الله 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 الله
اكمل 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 اكمل. دیگه چی میخونه آقا؟ ان فی الجنت من لبن. یواش بذارید خودش بخونه. آسی حسين ان في الجنه نارا من لبن لعلي وحسين وحسن ان في الجنه نارا من لبن لعلي نمیام جایزه براش جایزه استاد رضوان دست به جیب شد به افتخار استاد رضوان این چرا شنگون شد السلام علیکم الله 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 جیب داره لباسش بذار تو جیبت بچه جیبایی داره إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة من لبن الله لعلي وحسين وحسن هات شوي بقیش هم بلده الله الله إن في الجنة نارا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن ادامه بده ادامه بده بقیش كل من كان محبا لهم كل من محبا لهم الله لكل جنة من الله 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 اعطيني 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 حبيبي 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 انا ما غرام امشي خلاص شلونك زين احسنت بفهمك ان عتره حرمه ما ميجيم امام عباس به به حضرته ما شاء الله ما شاء الله بس باشين بيجي فقط از ابو القاسمي بيجي واقعا هدف ما از آوردن آقا امیرضا به اینجایی نبود که مثلا خوندنش خیلی خوبه ما میخواستیم بگیم که ما داریم تلاش میکنیم که فرزندمون تو این مسیر باشه و دعوت بکنیم همه رو به اینکه تلاش کنن و سعی کنن و دغدغه‌شون این باشه که بچه ها رو تو مسیر قرآن بیارن و هدایت بشن انشاءالله آقای بوزری آقای بوزری آقای ما از حقوق والدین تا حالا خیلی صحبت کردیم ولی در روایات ما حقوقی داره فرزند نسبت به والدین حق داره والدین باید اسم خوب برای بچه بدن تأدیبش بکنن یعنی تعلیمش بدن و یعلمه القرآن این از حقوق این بچه است و آفرین به این پدر ماشا. مادر که این حق رو نسبت به این در حقیقت بچه دادن و حقش رو بهش اعطا کردن که تعلیم قرآن کردن فقط یه نکته 30 ثانیه دیگه هم بگم ائمه روی چیز دیگه هم خیلی تاکید کردن گفتن که و اذا وعدتموهم ففو لهم اگر وعده دادید به بچه حتما وعدتون عمل بکنید چون شما رو خدا میدونه بچه شما رو رازق میدونه بچه اگر کسی واقعا نمیتونه یه کاری برای بچهش کنه وعده نده و یعنی این به خدا بدبین میشه البته تمام این تلاش ها خودشون هم گفتن تمام این تلاش ها یعنی که ما در مسیریم و یعنی ما فرزند حضرت نوح هم فرزند ناخلف در اومد قصه لیلی مجنون هم نمیخوند کارم کرده اما ما ها زمینه سازیم باید این زمینه رو درست بکنیم ما شاء الله
لا قوة إلا بالله. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله الله الله. وفق وجهك. متشكرا.